درود به یه برنامه دیگه در مطب با متخصصین خوش اومدیم امروز در خدمت خانم فدرا رسولی راد هستیم که ایشون متخصص فیزیوتراپی هستند. تحصیلاتشون رو در دانشگاه پزشکی تهران انجام دادن و تجربه 18 سال کار کردن در مراکز مختلف در تهران رو دارن و پس از مهاجرت در کانادا و گذراندن تحصیلات تکمیلی در دانشکده یونیورسیتی مونتریال از سال 2018 مشغول به کار هستند. خوش مستم. اومدین مرسی خیلی ممنونم از دعوتتون و سلام خدمت همه بینندگان محترمتون مرسی که وقتتون رو دادیم به ما خب اولی سوالی که میخوام ازتون میکنم اینکه یه توضیح بهمون به بدین راجع به کلا فیزیوتراپی و این روش درمانی خب من فکر میکنم امروز کم تر کسی که فیزیوتراپی رو نشناسه یا خودش یا حداقل یکی از افراد خانواده‌اش یکی دوباره بالاخره به فیزیوتراپی مراجعه نکرده باشن فیزیوتراپی امروز یه روش درمانی شناخته شده است که در جهت بهبود صدمات جسمانی و فیزیکی افراد استفاده داره و خیلی هم استفاده مؤثری داره در واقع در رفع اختلالات حرکتی رفع آسیب های بافت های سیستم ازولانی سیستم اسکلتی، مفاصل و در بیماری های اعصاب یعنی سیستم عصبی مرکزی و همچنین بیماری های اعصاب محیطی و بسیاری دیگه از بیماری ها که حالا توضیح خواهم داد و هدف فیزیوتراپی در واقع بهتر کردن فانکشن و عملکرد بیمار باز توانی بیمار و بیشتر کردن توانایی بیمار و همچنین بتونه اون توانایی که به دست آورده رو در واقع حفظ کنه و در کل کیفیت زندگی فرد رو بالا ببره بسیار عالی راجع به ابزار های هم که تو فیزیوتراپی استفاده میشه لطف میکنی توضیح برام بدین؟ بله ما در فیزیوتراپی از ابزار و وسایل و تکنیک های مختلفی استفاده میکنیم مهمترین بخشش میتونه مربوط بشه به تکنیک های درمانی دستی و تمرینات ورزشی یک سری ابزار و وسایل مکانیکی که برای حرکت درمانی در بیماران استفاده میشه از ماشین ها و وسایل الکتروتراپی یا جریان های الکتریک استفاده میکنیم در جهت کاهش درد و التهاب بافت ها و همچنین از برخی ماساژهای های مخصوص استفاده میکنیم یک سری تکنیک ها و مانورهایی هستند که در برخی از پاتولوژی خاص بهره میگیریم ازشون و همچنین هیدروتراپی یا درمان در آب که نتیجه فوق داره خیلی وقتا بسیار عالی در مورد رویکرد فیزیوتراپی در هیته سلامت هم لطف یه توضیح بدیم بله در واقع رویکرد فیزیوتراپی همونطور که گفتم چون هدف ما رسیدن به یک کیفیت بهتر در زندگی بیمارانه یعنی برگشتن به اجتماع و فعالیت های اجتماعی که حالا به صورت موقت ازش دور موندن خب درمان همونطور که از اسم فیزیوتراپی هم برمیاد بخش عمده کار ما هست یعنی روی کرده ما هست اما یک بخش مهم دیگه در فیزیوتراپی هست که کمتر بهش توجه میشه و اون از نظر من خیلی اهمیت داره و اون قسمت پیشگیری و آموزش و مشاوره فیزیوتراپی قبل از اینکه مشکلات پیشیده تر و حادتر اتفاق بیفته و بخش دیگه هم باز توجه به حفظ بهبودی ها و توانایی های به دست اومد است یعنی یک سری درمان هایی که حالا شاید لزومن خیلی با فاصله زمانی نزدیک انجام نشه ولی کمک بکنه تا اون چی که به دست آوردیم در فیزیوتراپی به عنوان بهبودی و توانایی حفظش کنیم بسیار عالی حالا چه افرادی در واقع باید به فیزیوتراپی مراجعه کنن خب طیف بیمارانی که به فیزیوتراپی مراجعه میکنن واقعا گسترده است و متنوعه عمده مراجعین فیزیوتراپی خب مشکلات و مسائل همطور که گفتم سیستم ازولانی اسکلتی و مفصلی هست و سیستم عصبی ام اما بسیاری دیگه از بیماران هستند که در واقع به فیزیوتراپی احتیاج دارند و فیزیوتراپیستها ها به عنوان یک سری از متخصصین مهم در مراکز درمانی و بیمارستان ها با کادر درمان همکاری می این بیماری ها شامل بیماری های تنفسی و قلبی، بیماری های خیلی وقتا بیماری های پوستی، سوختگی ها زخم ها اسکار ها در طب سالمندان کودکان به صورت خیلی جدی و مؤثر نقش دارند در درمان بیماران مراکز درمانی بسیاری معمولا چند جلسه لازم هستش برای اینکه طرف نتیجه ببینه چون خیلی خوب میخوان سریع نتیجه ببینه ولی خب بستگی به مشکل داره مسئله به شدت داره ولی کلا چیزی هستش که خیلی سوال میکنن افراد و میخوان خب اصلا سوال نیست که بشه راحت جواب داد به خاطر اینکه بستگی به نوع اون ضایعه، اون مشکلی که وجود داره عوامل و فاکتورهایی که باعث میشن اون مشکل ایجاد بشن یا ایجاد بشه یا حالا بدتر بشه بهتر بشه نوع فیزیوتراپی که انجام میشه همکاری بیمار همکاری خانواده اطراف بیمار حالا یا اون محیط بیمار و بسیاری فاکتورهای مختلف وجود داره تا بتونه زمان رو برای ما تعیین کنه اینکه شما چه موقع به فیزیوتراپی مراجعه می‌کنی اگه زود مراجعه کنی خب قطعا نتیجه سریعتری خواهید گرفت ولی اگه دیر مراجعه کنین حتما بیشتر طول میکشه و اینکه هر چقدر بیشتر همکاری کنین با فیزیوتراپیستتون قطعا نتیجه سریع تر خواهد بود. خیلی مالی به غیر از مواردی که ذکر های موارد تخصصی دیگه هم هستش که در واقع فیزیوتراپی نچ خوبی بهشون داره براشون بله بله حتما هست که اتفاقا من فکر کنم خیلی ها هنوز خیلی راجع بهش نمیدونن ما یک سری مراجعین به فیزیوتراپی داریم که میتونیم خیلی زیاد و سریع بهشون کمک کنیم و مثلا میتونم مثال بزنم در بیماری های برخی انواع سرگیجه ها سردرد ها در مشکلات ادراری مدفوعی مشکلاتی که مربوط به اختلالات عضلانی کف لگن میشه در پرولپسوس ها و افتادگی های رحم مثانه در بانوان در بارداری ها قبل از بارداری ها بعد از زایمان ها در درد های واژینال و درد های تناسلی در اختلالات مربوط به آرواره درد های مربوط به آرواره اینا همه در واقع فیلد های تخصصی فیزیوتراپی هستند که شاید بعضی ها هنوز ازش اطلاعی نداشته باشند شاید واقعا خیلی ها ندونن که کسایی که مدت ها از یه سرگیجه رنج میبرن ماها ولی با دو جلسه فیزیوتراپی میتونن کاملا برطرفش کنن مانور اپلی انجام بدیم <تصفح> مانور های زیادی هست <تصفح> یکیش اپلی <تصفح> بله خیلی عالی روی راجبه دو هفته راجبه حاملگی گفتین قبل از حاملگی جالب بود قبل از حاملگی بله. چه کاری یعنی در واقع به عنوان پیش واقع با کمک بله بله, بله. اتفاقا برای من خیلی جالبه به خاطر اینکه وقتی میبینم خانم های جوان هنوز تازه هم ازدواج کردن و هنوز تصمیم دارن باردار بشن و مراجعه میکنن برای گرفتن مشاوره در جهت تقویت ازولات کف لگن و یه سری مراقبت های ویژه که باید انجام بدن تا بتونن از بروز مشکلات و پیچیدگی هایی که در دوران بارداری اتفاق میافته جلوگیری کنن و حتی پس از زایمان برای همین آره ما کمک میکنیم به یه سری به آموزش دادن یک سری ورزش ها برای عضلات کف لگن یه سری تکنیک ها برای اینکه بتونن کنترل و کوردینیشن کافی روی قسمت پرینه داشته باشن چون معمولا یه بخشیه که ما بازم ما نادیده میگیریم در حالی که خیلی به خصوص در خانم ها به خاطر پروسه بارداری و زایمان خیلی 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 می میتونه کمک کنه از بروز مسائل عوارض بعدی در خیلی جالب خیلی خوب به نظرم جالب هستش که بدونن که در واقع فیزیوتراپی فقط نقش درمانی نداره چیزی خیلی مهم هستش برای پیشگیری هم استفاده میشه و این هم نکته خیلی مهم هستش که چقدر خیلی از افراد نمیدونست بله بله خیلی ممنون مرسی متشکرم از توضیحات خیلی خوبتون وقتی اون تموم شده ولی ان میتونیم بازم در خدمتتون باشیم که بقیه سوالات واسه ممنونم پرسی. من در خدمتتون هستم مرسی متشکرم مرسی که همراه ما بودین تا برنامه بعد بدرود